سلام بچه ها، میخوام که سلام به من رنگ ما ناشتا حرفی درست میشه. مامانم خود گوجه ولی خب روب خیلی رسیم با گوشت قرمز بارد درست کنم. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم با آموزش غذای سنتی و ترکمنی چکدرما. اصلا چی شد که من به فکر این افتادم که بیام ویدیو آموزش چکدرما رو بذارم واسهتون؟ دلیلش این بود که ما هر هفته که مهمونی میگرفتیم، مهمونی خیلی خودمونی، سعی میکردم که چکدرما درست کنم که دوستامون که دانی هستن ولی خب ترکمن نیستن با فرهنگمون آشنا بشن، با غذامون آشنا بشن. خیلی از اونا حس میکردن که میشه رسیپی این غذا رو به من بدی، واسه همکارم درست کردم، خیلی دوست داشتن. برای همین سعی کردم چند باری برم توی یوتیوب و یه لینکی واسه شون پیدا کنم بفرستم. اولین چیزی که لازم داریم قازنه، جاستش نمیداشت، فکر میکنم که سنگ، ولی از قدیم برای چکدرما از این ظرف استفاده میکنن. من فکر میکردم که قازن کلا برای ترکمن هاست، چون اسمش هم مثل ترکمنی قازن. ولی من واسه همکارم که چکدرما درست کردم و بهش داشتم توضیح میدادم که چجوری درست میشه این غذا، گفتم که توی ظرفی درست میشه، عکس گفت که وا، به این میگن غاز ایرانی نبود، روسی بود. بعد قشنگ گفت ما هم داریم اینو، عکسش رو نشون داد و خیلی جالب بود برای من. اینا عکسش نه که پایینش گرد باشه، ولی من چون غازم سرفیس تخته اونا روش وای نمیست، مامانم لطف کرد واسم اینو بهش پیدا کرد و خیلی خوشحالم. حالا برای موادی که لازم داریم، کل چیزهایی که لازم داریم، مرغ روب یا خود گوجه ولی خب روب خیلی بهترش میکنه، پیاز، فلفل سیاه و نمک و مرغ یا گوشت، کل چیزهایی که لازم داریم. حالا برای خورشتش مرغ یا گوشت، اصل بیسش که اول چکدرما رو درست میکردم با گوشت قرمز بوده، حالا گوشت گوساله یا گوشت گوسفند هیچ فرقی نمیکنه، ولی خب با مرغ هم درست میشه، با مرغ شکم پر. چون ندید خیلی با گوشت درست نداره، من همیشه ترجیح دادم که با مرغ درست کنم، ولی خب واقعا خودم عاشق چکدرما با گوشت گوسالم، حتما یه بار درست میکنم. اول از همه کاری که باید انجام بدیم اینه که مرغامون رو توی روغن سرخ کنیم توی قازن. قبلش من همیشه کاری که انجام میدم به مرغام نمک میزنم که مثلا یکم با اون نمک بمونه، اون نمک بره تو خوردش، بعد مرغامون رو سرخ میکنیم. بزن بریم. خب اینجا که داریم میبینین من نمک زدم به مرغام که یه کوچولو بمونه، مثلا یه نیم ساعت یک ساعت هم بمونه اوکی هست. بعد اینکه دیگه نمک زدیم روغنت میکنیم. روغن باید به اندازه ای باشه که قشنگ مرغا بتونه توش سرخ بشه. حالا دیگه مرغا رو دارم توی روغن که ریختم روغن باید زیاد بشه که قشنگ مرغن سرخ بشه. من دوتا مرغ که گذاشتم برای 4 نفره. خامون با سرخ بشه میتونید پیازک رو خلالی کنید. من الان برای 4 نفره رو درست میکنم و دوتا پیازی هم متوسط روز کردم. بعد اینکه مرغ رو کامل سرخ کردید، مرغ رو برمید و پیاز رو سرخ میکنید. من چون گازم کوچیک بود مرغامو توی 2 مرحله سرخ کردم، ولی حتما حواستون باشه که قشنگ سرخ و طلایی بشه. حالا میرسه مرحله خیسوندن برنج که برای 4 نفر من 4 پیمونه برنج شستم و بهش یک کوچولو نمک زدم تا برای مرحله برنج. خب بعد اینکه مرغامونو سرخ کردیم تو همون روغنی که مرغا رو سرخ کردیم پیازامونو اضافه میکنیم و قشنگ تفتش میدیم.
خب الان دیگه وقتشه که راز چکدرمه رو بهتون بگم که چجوری رنگ چکدرمتون تیره تر باشه. اول اینکه پیازتون رو باید قشنگ تف بدین تا به این رنگ برسه و برای هر چهار نفر من دو قاشق رب اضافه میکنم. ربمون رو قشنگ باید توی پیاز تف بدیم، حدودا یک رب تا نیم ساعت. الان دیگه وقتشه که مرغا رو دوباره اضافه کنیم به مواد و یه کوچولو روش آب بریزیم و بذاریم همونجوری خیلی ریز با دمای متوسط قول بخوره. مدت زمانی قول خوردن غذا خیلی بستگی به محدودیت زمانی خودتون داره و میتونه از 1 ساعت باشه تا 3 ساعت. الان دیگه وقتشه که مرغامونو از مواد بیرون بیاریم و برنجمون رو به مواد اضافه کنیم. نکته مهم اینه که من همیشه اول برنجم رو اضافه میکنم، بعد آب رو بهش اضافه میکنم. حالا میرسیم به نکته مهم. اندازه آب روی برنج باید دقیقا 1 بند انگشت باشه. الان دیگه وقتشه که نمک غذامون رو تست کنیم. نمک غذامون باید از حالت عادی خورده بیشتر باشه. حالا وقتشه که شعله رو ببریم بالا تا بذاری برنج آبش رو بکشه که این پروسه حدوداً 1 ربع طول میکشه. حالا که برنجمون آبش رو کشید میذاریم با دمای متوسط به مدت 45 دقیقه دم بکشه و تو این پروسه فلفل سیاه اگه دوست داشتین میتونین اضافه کنین. تادا، اومدم یه چیز خیلی خفن معرفی کنم. این ترشه بادمجونه، فقط خجالت کشیده پوستاشو گرفتن چون اون کسی که این ترشه درست کرده ناشی بوده. و خیارشو و سیر ترشه اگه داشتی به همراه سالاد شیرازی چکدرمه رو او مای گاد خیلی خوشمزه ترش میکنه. بله دیگه غذامون حاضر شد، میتونید نوش جان کنید. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو تماشا کردین. چکدرمه هاتون نوش جونتون. اگه سوالی داشتید توی کامنت ازم بپرسید. منتظر نظراتتون و ساپورتتون با لایک و سابسکرایب هستم. بای 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 بای.